سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. دو زلزله با قدرت 5 ریشتر روز گذشته جزیره کیش را لرزاند. مرکز لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زمین لرزه 19 دی ماه با بزرگی 4.3 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 9:43:03 به وقت محلی بوده است. به گزارش رسانه‌های ایران دومین زلزله بزرگی که آن هم بزرگی آن 0.5 در مقیاس ریشتر بود، حوالی ساعت 12 به وقوع پیوست. هنوز هیچ گونه خسارت احتمالی ناشی از این زمین لرزه گزارش نشده است. گفته شده تمام نیروهای امدادی در حال آماده باش به سر می‌برند. آیت الله علی خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم قم گفته است جمهوری اسلامی بر اثر فشار تحریم‌ها مجبور به مذاکره نشده، بلکه برای رفع شر دشمن حاضر به مذاکره شدیم. رهبر ایران افزوده است یکی از برکات مذاکرات این بود که دشمنی آمریکا با ایران برای همه روشن شد. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود هم با اشاره به مسئله حقوق بشر گفت آمریکا حق ندارد درباره حقوق بشر حرف بزند. جمهوری اسلامی ایالات متحده و دولت‌های غربی را به نقض حقوق بشر متهم می‌کند. آقای خامنه‌ای گفته است دولت آمریکا بزرگترین نقض کننده حقوق بشر در دنیاست. خامنه‌ای همچنین به مقام‌های دولتی توصیه کرده برای رفع مشکلات کشور به نیروی درونی کشور توجه کنند و نباید چشم به بیرون بدوزند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران و آژانس مرحله اول مذاکرات را تا اواسط بهمن ماه به پایان می‌رسانند و مرحله دوم مذاکرات به زودی آغاز خواهد شد. وی گفته است ساخت نیروگاه دوم بوشهر در سیاست کاری ایران است و در این رابطه با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و علی اکبر صالحی در آبان ماه سال جاری بعد از پایان دور جدید مذاکرات ایران و آژانس بیانیه مشترکی را در تهران به امضا رساندند که بر اساس آن بازرسان آژانس اتمی پس از 2 وقفه از تأسیسات عراق بازدید کردند. صالحی پیشتر از ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران در اواخر دی و اوایل بهمن ماه خبر داد که از معدن گچین بندرعباس بازدید خواهند کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در مراسم بزرگداشت احمدی روشن از کشته شدگان هسته‌ای گفت برخی کشورهای غربی در گذشته مانع تکمیل شدن نیروگاه UCF اصفهان شدند و نمی‌خواستند ما در زمینه ساخت سانتریفوژها فعال باشیم. آقای لاریجانی افزوده است همین اقدامات ملت ایران سبب شد تا کشورمان در زمینه فناوری هسته‌ای به استقلال برسد. و با بیان اینکه غربی‌ها تاکید دارند ایران توازن منطقه‌ای را برهم زده است گفت منظور غربی‌ها این است که ایران با موضوع‌هایی مانند بیداری اسلامی مانع از اجرای طرح‌هایشان در منطقه می‌شود. آقای لاریجانی با یادآوری اینکه امروز موضوع هسته‌ای از طریق گفتگوهای دیپلماتیک دنبال می‌شود گفته است از رفتار آنها اینگونه استنباط می‌شوند که می‌خواهند شرایط را تغییر دهند و در این زمینه گاهی شبهاتی را مطرح می‌کنند. معاون اول رئیس جمهوری ایران با صدور یک بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که گزارش تخلف در مورد شناسایی و مجازات صاحبان درآمدهای غیر موجه را ظرف 1 هفته به دولت ارائه کنند. اسحاق جانگیری این بخشنامه را پس از دستورالعمل روحانی برای شناسایی و مجازات ویژه خواران و عاملان سوء استفاده از تنگناهای ناشی از تحریم صادر کرده است. همه دستگاه‌های اجرایی طبق این بخشنامه موظف شدند امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار را فراهم سازند. اسحاق جانگیری معاون ریاست جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در نخستین روز از مذاکرات کارشناسی در ژنو عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، وند شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمید معاون کاترین اشتون نشست 3 جانبه برگزار کردند. جزئیاتی از این مذاکرات هنوز منتشر نشده و تنها عباس عراقچی گفت در صورت حل 3 مورد اختلاف توافق ژنو اجرایی می شود. در همین حال طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت بیش از نیمی از سناتورهای آمریکایی را جلب کرده است.
عصر پنجشنبه دور چهارم مذاکرات کارشناسی در مورد چگونگی اجرای مفاد توافقنامه ژنو از سر گرفته شد. در این دور از مذاکرات، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه سرپرستی تیم مذاکره کنندگان ایرانی را بر عهده داشت. به گزارش خبرگزاری ها، وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا نیز که عازم روسیه بود در ژنو توقف کرد و به مذاکرات پیوست. یک منبع نزدیک به مذاکره کنندگان هسته‌ای به خبرگزاری ایرنا گفت نشست سه جانبه میان اشمیت، شرمن و عراقچی درباره مسائل باقی مانده برای اجرای توافقنامه ژنو برگزار شد و سپس نمایندگان ایران و آمریکا با یکدیگر نشست دو جانبه‌ای داشتند. هنوز جزئیاتی از این مذاکرات منتشر نشده و تنها عباس عراقچی پس از دور اول دیدار با معاون کاترین اشتون گفت سه مورد اختلاف هنوز هست که اگر به تفاهم برسیم توافق ژنو اجرایی خواهد شد. در همین حال ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران با عباس عراقچی در ژنو درباره مسائل مربوط به اجرای توافقنامه اولیه هسته‌ای بحث و تبادل نظر کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی اظهاراتی در یک کنفرانس خبری گفت که توافق هسته‌ای با ایران که حدود 6 هفته پیش اتفاق افتاد یک گام تاریخی رو به جلو بود. وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره موانع سد کننده اجرای این توافق هسته‌ای گفت که این موضوع را به طور علنی مطرح نمی کند و بهتر است که مسئله به تیم‌هایی که دارند روی آن کار می کنند واگذار شود. در تیم ایران حمید بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارشناسانی از وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی و همچنین کارشناسان امور بانکی و نفتی حضور دارند. پیش از این برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌های غربی گفته بودند که اصرار ایران به حفظ برخی ظرفیت‌های تحقیقاتی در مورد سانتریفیوژها مذاکرات را با دشواری مواجه کرده است. اگر گروه‌های کارشناسی بتوانند در زمینه برنامه اقدام مشترک به توافق دست یابند، آنگاه زمینه برای اجرای توافقنامه موقت ژنو مهیا خواهد شد. با این حال هم در تهران و هم در واشنگتن مخالفان توافق هسته‌ای در تلاشند این توافق را مخدوش و ناکافی جلوه دهند. گروهی از نمایندگان مجلس در ایران از این توافق ناراضی‌اند و به دفعات به وزیر خارجه در این مورد تذکر دادند. در آمریکا نیز روز پنجشنبه سناتورهای آمریکایی بار دیگر از طرح تحریم‌های تازه علیه ایران حمایت کردند. این طرح حمایت بیش از نیمی از سناتورهای آمریکایی را جلب کرده است. با این حال هنوز نشانه ای از این دیده نمی شود که این طرح برای رأی گیری به صحن سنا آورده شود. با پیوستن 6 سناتور دیگر در روز چهارشنبه 8 ژانویه طرح ایران آری از سلاح اتمی حالا دست کم حمایت 54 عضو سنای آمریکا را جلب کرده است. طرح ایران آری از سلاح اتمی از سوی رابرت منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا و مارک کرک سناتور جمهوری خواه پیشنهاد شد. خواستار وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صورت عمل نکردن به توافق ژنو یا سرباز زدن از پذیرفتن یک توافق نهایی قابل قبول است. این طرح خواستار قطع کامل صادرات نفتی ایران ظرف 2 سال و همچنین محدود کردن اختیار دولت باراک اوباما در کاهش تحریم هاست. پیشتر سخنگوی کاخ سفید گفته بود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چنین طرحی را وتو خواهد کرد. رأی بیش از 2/3 اعضای سنای آمریکا یعنی 67 رأی لازم است تا وتو رئیس جمهوری بی اثر شود. در روزهای گذشته 9 کارشناس سیاست خارجی از جمله رایان کروکر سفیر سابق آمریکا در اسرائیل و سازمان ملل از پیشنهاد دهندگان این طرح خواسته بودند آن را دنبال نکنند، چون به گفته این کارشناسان چنین اقدامی می تواند ایالات متحده را در معرض جنگ قرار دهد. روز گذشته و پیش از اعلام این خبر آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت یکی از برکات مذاکرات این بود که دشمنی آمریکا با ایران و ایرانی و اسلام برای همیشه روشن شود. کاخ سفید در واکنش به حمایت سناتورهای آمریکایی از طرح تازه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گفت اگر آنها خواهان جنگ هستند باید خواسته خود را علنی بیان کنند. نشریه هافینگتون پست روز پنجشنبه 19 دیماه اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا را منتشر کرد که هشدار می‌دهد تشدید تحریم‌ها علیه ایران راه را بر دیپلماسی می‌بندد و عملاً آمریکا را به سمت جنگ با ایران سوق می‌دهد.
رسانه‌های جهانی روز پنجشنبه از حمایت دست کم 54 سناتور آمریکایی از تصویب طرحی خبر دادند که امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را در صورت نقض توافقنامه هسته‌ای ژنو فراهم می‌آورد. اما کاخ سفید مخالف جدی این طرح است و از هفته قبل مذاکراتی را با نمایندگان کنگره آمریکا برای منصرف کردن آنها از تصویب آن آغاز کرده است. ایران نیز اعلام کرده که تصویب طرح تشدید تحریم‌ها علیه تهران به معنای مرگ توافقنامه هسته‌ای ژنو خواهد بود. درگیری میان ارتش عراق و متحدانش در میان قبایل غرب عراق با مخالفان مسلح مرتبط با القاعده در استان انبار همچنان ادامه دارد. روز گذشته نیز گزارش‌هایی از درگیری‌ها در هر دو شهر رمادی و فلوجه منتشر شد. کنترل بخش‌هایی از این دو شهر از هفته گذشته به دست نیروهای القاعده افتاد. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از نوری از المالکی نخست وزیر عراق خواسته است تا راهی برای آشتی میان گروه‌های شیعه و سنی در کشورش بیابد. این دومین گفتگوی تلفنی این دو مقام آمریکایی و عراقی در هفته جاری بوده است. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، هر دو سوی درگیر نیروهای دولتی و همچنین مخالفان مسلح را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. علی العریض نخست وزیر تونس در راستای تلاش برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی و اعتراضات در آن کشور از سمت خود استعفا داد. استعفای آقای العریض که در پی مذاکره با اپوزیسیون تونس انجام شد، اجازه می‌دهد تا دولت موقت تشکیل شود و انتخاباتی تازه تحت قانون اساسی جدید این کشور برگزار شود. دولت علی العریض که از حزب اسلامی النهضه بود، اولین دولت تونس پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی بود که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود. اعتراضات در تونس و سقوط حکومت بن علی نقطه آغاز اعتراضات در خاورمیانه و شمال آفریقا بود که به بهار عربی مشهور شد. دولت ترکیه لایحه‌ای برای فیلترینگ و کنترل کاربری اینترنت تسلیم پارلمان کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این لایحه تحت عنوان حمایت از خانواده و کودکان و نوجوانان در مقابل ناهنجاری‌های اینترنتی ارائه شده است. در صورت تصویب این لایحه، دولت می‌تواند همه فعالیت‌های اینترنتی کاربران را کنترل کند و سوابق تمام تماس‌های اینترنتی آنان را به مدت 2 سال نگاه دارد. بر این اساس دسترسی به سایت‌های ویدیویی محدود می‌شود و واژه‌های کلیدی که به نظر مقامات دولتی مسئله دار باشند فیلتر می‌شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در هنگام ناآرامی‌های خرداد ماه گذشته توییتر را خطرناک توصیف کرده بود. در دسامبر گذشته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در آمریکاست، ترکیه را یکی از بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان اعلام کرد. دادستان لبنان گفت که جسد ماجد الماجد سرکرده سعودی گروه تروریستی گردانهای عبدالله عظام را بعد از اجرای اقدامات قانونی به عربستان سعودی تحویل می‌دهد. مرگ ماجد الماجد که رهبر گروه متهم در بمب‌گذاری مرگبار 28 آبان ماه در برابر سفارت ایران در بیروت بود، با واکنش‌هایی در میان مقام‌های ایرانی روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سمیر حمود دادستان لبنان در کنفرانسی خبری گفت که لبنان از طریق دیپلماتیک درخواست رسمی برادر ماجد الماجد برای تحویل جسد او را دریافت کرده است. علی عباس الاسیری سفیر عربستان سعودی در لبنان پیشتر گفته بود که این کشور خواستار کالبد شکافی ماجد الماجد نیست و تلاش دارد تا به سرعت جسد او را به ریاض منتقل کند. دادستان لبنان همچنین گفت که گزارش اولیه پزشکان قانونی که جسد ماجد الماجد را معاینه کردند حاکی است که او در اثر بیماری و عوارض آن مرده است. سمیر حمود افزود تا پایان امروز جمعه به طور رسمی گزارش مفصل پزشکان قانونی را دریافت می کند. ماجد الماجد رهبر گروه متهم در بمب‌گذاری مرگبار 28 آبان ماه در برابر سفارت ایران در بیروت بود. در این انفجار دست کم 23 نفر از جمله رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کشته و 146 تن دیگر زخمی شدند. پس از دستگیری ماجد الماجد به دست نیروهای امنیتی لبنان، ایران خواهان مشارکت در بازجویی از او شده بود. با این همه روز شنبه اعلام شد وی که از نارسایی کلیه رنج می برد بر اثر این بیماری در زندان مرده است.
روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت خارجه ایران خواسته بودند که برای پیگیری مرگ او هیئتی را به لبنان اعزام کند. همان زمان مرتضی آقا تهرانی نماینده تهران با مشکوک خواندن مرگ الماجد گفته بود تیمی ایرانی که اعضای آن متشکل از وزارت خارجه و چند نهاد دیگر خواهند بود برای بررسی مرگ الماجد عازم لبنان خواهد شد. ماجد الماجد تبعی عربستان سعودی بود و مرگ او به گمان زنی های گوناگون در رسانه های داخلی ایران دامن زده است. ریاض حمله تروریستی به سفارت ایران را در همان زمان محکوم کرده بود. ایران در واکنش به خبر درگذشت ماجد الماجد گفته بود این موضوع خللی در عزم این کشور برای پیگیری حقوقی و بین المللی حمله تروریستی مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت ایجاد نمی کند. مسعود دهنمکی، کارگردان فیلم معراجی ها، در نخستین واکنش خود به کشته شدن عوامل آن در پی انفجار گفته است این امر یک حادثه است و حادثه نیز هیچگاه خبر نمی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دهنمکی همچنین در مورد نوع مواد منفجره گفته است من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم و صحبت در این مورد در تخصص گروه جلوه های ویژه است. درباره دلیل انفجار هم هنوز اطلاعی دقیقی نداریم. این در حالی است که عباس شوقی، عضو هیئت مدیره انجمن جلوه های ویژه خانه سینما گفته است مسئولان حفاظتی اجازه نمی‌دهند موادی را که مخصوص استفاده در فیلم است را وارد کنیم. به همین دلیل مجبوریم از مواد منفجره جنگی استفاده کنیم. روز چهارشنبه 18 دی ماه در پی وقوع انفجاری شدید در محل فیلمبرداری تازه‌ترین اثر مسعود دهنمکی 6 نفر جان خود را از دست دادند و چند نفر نیز زخمی شدند. مسعود دهنمکی از اعضای پیشین و بنیانگذاران گروه انصار حزب الله است. وزیر ورزش و جوانان از تغییر نگاه دولت روحانی نسبت به سازمان‌های مردم نهاد خبر داد و گفت برعکس دولت‌های پیشین این دولت به هیچ عنوان نگاه امنیتی به سازمان‌های مردم نهاد ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود گودرزی در دیدار با سازمان‌های مردم نهاد کرمانشاه با اشاره به مشکلاتی که پیش روی سازمان‌های مردم نهاد قرار دارد گفته است وزارت ورزش و جوانان وظیفه خود می‌دانند برای رفع مشکلات تلاش و شرایط بهتری برای فعالیت این سازمان‌ها فراهم آورد. به همچنین از حمایت وزارت ورزش و جوانان نسبت به انتخاب کرمانشاه به عنوان پایلوت خودکفایی اقتصادی در ورزش خبر داد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران میگوید که در 9 ماهه نخست سال جاری حدود 34 میلیارد دلار نفت خام و معدنیات گازی صادر شده که حدود 32 میلیارد دلار آن وصول و به خزانه واریز شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای زنگنه از تعیین قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده کشور خبر داد. سخنان وزیر نفت در حالی بیان می شود که بانک های ایرانی به دلیل تحریم های آمریکا امکان انتقال پول به داخل کشور را نداشتند. آقای زنگنه در سخنان خود اشاره به نحوه انتقال این مبلغ به داخل کشور نکرده است، اما مقام های ایرانی همواره تاکید کردند که از تمام راه ها برای دور زدن تحریم ها استفاده می کنند. بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، یکی از افرادی است که گفته می شود نقش زیادی برای انتقال پول نفت ایران به داخل کشور در سالهای اخیر داشته است. آقای زنجانی دوشنبه 9 دی ماه بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. او متهم شده که بیش از 2 میلیارد یورو از پول نفت ایران را به کشور منتقل نکرده، اما با جعل اسناد مدعی واریز این مبلغ به خزانه شده است. علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در تازه ترین خبر در زمینه هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی میگوید کسری بودجه در خانوارهای ایرانی 3 برابر افزایش یافته است. وی از تغییر نگران کننده سبد مصرف خانوارهای ایرانی در زمینه تغذیه خبر داد و گفت مصرف گوشت قرمز، برنج و نان در میان خانوارهای ایرانی کاهش چشمگیری داشته است. مایستان بختیاری نگاهی داشته به وعده های مسئولین نظام جمهوری اسلامی در بهبود شرایط اقتصادی برای مردم ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون. جمهوری اسلامی ایران، نظامی که به گفته رهبرانش نظامی الهی و الهام گرفته از آموزه های اسلامی است، با طرح شعارهایی از قبیل برابری و عدالت و ترجیح کوخنشینان بر کاخنشینان تقریبا 35 سال پیش در چنین روزها و ماهایی در ایران استقرار پیدا می کند.
آیت الله خمینی به گواه تاریخ و شهادت بسیاری در بدو ورود به ایران بیش از هر چیزی وعده نان و آب و آزادی و رفع فقر و تبعیض رو میده. امروز اما با گذشت تقریبا 35 سال از آن روزها، آمارها و اسناد نه تنها حکایت از کاهش آن چیزی که آیت الله خمینی فقر و تبعیض و بی‌عدالتی مینامید ندارند، بلکه حتی آمارها حکایت از افزایش فقر در ایران رو دارند. دولت محمود احمدی نژاد، فردی که به رجایی زمان مشهور بود و به گفته آیت الله خامنه‌ای نظرش بیش از هر شخص دیگری به نظر او نزدیک‌تر بود، با طرح شعارهای آغازین انقلاب و اغلب با ترفندهای پوپولیستی، نه تنها وعده‌های اقتصادیش مرهمی بر این زخم کهنه نبود، بلکه حتی در طی این مدت کوتاه نرخ فقر در ایران از 22% به 40% افزایش پیدا می‌کند. بنابر آمارها و گزارش بانک جهانی، ایران از لحاظ شاخص کار حتی به رده 158 جهانی نیز سقوط میکنه. با روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی، آقای علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اما خبرهای تلختری از شیوع فقر در ایران رو میده. آقای علی ربیعی عنوان میکنه که کسری بودجه خانوارهای ایرانی در طی مدت 3 برابر افزایش پیدا کرده. اگر در سال 1384، یعنی در آغاز دوران دولت محمود احمدی نژاد، کسری بودجه خانوارهای ایرانی 221,000 تومان بوده، در پایان سال 1390 به رقم 673,000 تومان میرسه. همینطور ایشون از بالا رفتن هزینه خانوارهای ایرانی در مناطق روستایی صحبت میکنه و عنوان میکنه هزینه هر خانوار ایرانی در مناطق روستایی از 300,000 تومان در طی مدت به 700,000 تومان افزایش پیدا کرد. نکته جالبی که ایشون عنوان میکنه، برای نخستین بار ما شاهد هستیم که نرخ تورم در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری میشه. همینطور آقای علی ربیعی اشاره میکنه به تغییر سبد مصرفی خانوارهای ایرانی و آمار نگران کننده در زمینه کاهش مصرف گوشت قرمز، برنج و نان در میان خانوارهای ایرانی، و ایشون اشاره میکنه که تقریبا 50% درآمد هر خانوار ایرانی صرف خرید همین 3 قلم مواد خوراکی میشه. البته آقای علی ربیعی هیچ اشاره‌ای به برنامه دولت فعلی در زمینه رفع فقر نمیکنه و تنها ابراز امیدواری میکنه که با توافق صورت گرفته در ژنو، اندکی از نگرانی خانواده های ایرانی در این زمینه کاسته بشه. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس ایران با بیان اینکه تا زمان ارائه تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها هیچ چیز قطعی نیست، گفته است درباره حذف 1 دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی و افزایش 38% قیمت حامل های انرژی اجماع نسبی میان دولت و مجلس وجود دارد. پیشتر معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران گفته بود با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده به احتمال زیاد به 2 دهک بالا یارانه پرداخت نخواهد شد، اما یارانه دهک های پایین افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، علی محمد احمدی نماینده مجلس ایران گفت بین دولت حسن روحانی با مجلس بر سر پرداخت یارانه ها و حذف دهک ها اجماع نسبی وجود دارد. آقای احمدی که عضو کمیسیون تلفیق مجلس است گفت درباره حذف 1 دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی و افزایش قیمت حامل های انرژی بین دولت و مجلس هماهنگی وجود دارد. وی با اشاره به دیدار روز پنجشنبه حسن روحانی با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت کلیت این جلسه بحث و تبادل نظر درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و رئیس جمهوری گزارشی از وضعیت اقتصادی و بودجه کشور ارائه کرد. این نماینده مجلس افزود بنابر این بود که دولت در این جلسه از دغدغه‌های نمایندگان باخبر شود و اعضای کمیسیون نظرات خود را بیان کنند. به گفته این نماینده مردم دهلران در مجلس، بنای دولت این است که هدفمندی را در قالب یک تبصره به مجلس ارائه کند که این تبصره هفته بعد و یا بعد از آن ارائه می شود. احمدی همچنین درباره مواردی از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که بین دولت و مجلس درباره آن اجماع وجود دارد گفت تا زمان ارائه تبصره مربوط به قانون هدفمندی هیچ چیز قطعی نیست، ولی درباره حذف 1 دهک بالای جامعه و افزایش 38% قیمت حامل‌های انرژی اجماع نسبی وجود دارد. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که دولت روحانی برای پرداخت یارانه‌ها با کمبود بودجه روبروست و به دنبال راهی است تا این پرداخت‌ها را متوقف یا از بار آن بکاهد.
پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود که دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی با 1,000 میلیارد تومان کسری بودجه روبروست و این کسری بودجه تنها با افزایش قیمت‌ها تامین خواهد شد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت شنبه 20 مهر در تلویزیون دولتی ایران گفت که دولت از طرف مجلس موظف به افزایش قیمت‌ها شده، اما این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است. آقای نوبخت تأکید کرده بود که چند دهک ثروتمند باید از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حذف شوند و خواستار برخورد عادلانه و منطقی با این مسئله شد. سخنگوی دولت درباره قطع کامل یارانه‌ها هم هشدار داده و گفته بود اگر مطالبات به طور کافی صورت نگیرد امکان روی دادن این اتفاق وجود دارد. او مجدداً تأکید کرده که از نظر دولت 11 باید کسانی که نیاز به یارانه دارند دهک‌هایشان مشخص شود. دولت ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یارانه‌ای که به ماو تفاوت قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی اختصاص داده بود را حذف کرد و در مقابل مبلغی را به صورت ماهانه به حساب خانوارهای ایرانی پرداخت می‌کند. آقای نوبخت در تلویزیون دولتی ایران تأکید کرد که حذف 3 دهک بالا از یارانه‌ها از نظر عدالت مقبول است، ولی این موضوع به راحتی قابل اجرا نیست. سخنگوی دولت تأکید کرده بود طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نباید مبلغ پرداختی به صورت مساوی در بین مردم توزیع شود، لذا باید دهک‌هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند شناسایی شده و یارانه به آنها پرداخت شود. بر اساس طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که در دولت محمود احمدی نژاد اجرایی شد، یارانه‌هایی که به مواد سوختی، خوراکی، آب، برق و دیگر خدمات توسط دولت پرداخت می‌شد، حذف شده و دولت به جای آنها ماهانه به مردم یارانه نقدی می‌دهد. دولت آقای احمدی نژاد با انجام یک برنامه عمومی تلاش کرد تا 10 گروه اقتصادی را در جامعه ایران شناسایی کند که دهک‌های بالایی گروه‌های ثروتمند و دهک‌های پایینی اقشار فقیرتر جامعه هستند. همزمان با اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها، کارشناسان و تحلیلگران این اعتقاد را مطرح کردند که پرداخت یارانه تنها باید به دهک‌های پایین تعلق گیرد و پرداخت آن به ثروتمندان به نوعی نقض غرض است. وزرای خارجه روسیه و آمریکا درباره برگزاری کنفرانس بین‌المللی ژنو 2 درباره سوریه با یکدیگر گفتگو تلفنی کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی بر ادامه همکاری در پاریس در 13 ژانویه برای فراهم کردن مقدمات کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 تاکید کردن. سری می‌زنیم به پاریس و گزارش همکارمان محمد رضا شاهید درباره کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه. لحظات پیش کنفرانس هفتگی سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اینجا پایان گرفت. آقای رومن نادال اطلاعات لازم رو در مورد ملاقات آقای لاوروف با آقای فابیوس روز دوشنبه و آماده سازی کنفرانس ژنو 2 مطالبی رو ایراد کرد. همینطور باید خدمتون گفته باشم که روز یک شنبه نشستی هم خواهد بود با آقای احمد جربا که به موقع گزارشاتش رو خدمتون خواهم گفت. اما در مورد ابتدا سفر آقای لاوروف به پاریس روز دوشنبه، ملاقات 12 ظهر، 3 مورد پیگیری خواهد شد: رابطه فرانسه و روسیه، مسئله پرونده هسته‌ای ایران و همینطور آماده سازی نشست ژنو 2. از آقای رومن نادال پرسیدم که آقای جواد ظریف گفته است که پیش شرط حضور برای ایران بسیار دشوار به نظر می رسد و غیر قابل قبول. آقای نادال گفت من نمیدونم آقای ظریف چه مواردی رو در این موضوع دعوت نامه دیده است، چون دعوت نامه رو فرانسه تهیه نکرده، بلکه آقای بانکیمون و این پیشنهاد و دعوت برای همه دول شرکت کننده هست. در نتیجه خواستی بوده که ماده 21.18 تنها در واقع بیانیه صادر شده رأی شورای امنیت سازمان ملل که باز فرانسه پیشنهاد دهنده آن بود. در مورد سوال دوم، این که آقای روحانی گفته است اگر جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو 2 حاضر نباشه این نشست با بنبست روبرو خواهد شد، سخنگوی وزارت خارجه آقای نادال
گفت باز هم در این مورد باید دید که تفسیر و نگاه جمهوری اسلامی ایران به این موضوع چیست. به این دلیل که ما در این 3 سال گذشته گفته ایم تنها خواست انتقال قدرت از سوی آقای بشار اسد است، همونطور که روزنامه نگاران دیگر همینجا میگفتن، یعنی موضوع بودن آقای اسد یا نبودن آقای اسد. در خاتمه باید گفت که بعد از نشست و دیدار آقای لاوروف در روز دوشنبه میشود مراحل و آگاهی‌های بیشتر و قطعی‌تری رو در مورد نشست ژنو 2 داشت که اتفاقا در ژنو نخواهد بود، در کمی دورتر، حدود 150 کیلومتر دورتر، در شهر ساحلی و زیبای مونترو در کنار دریاچه لمان. پاریس، تلویزیون ایران فردا. وزارتخانه‌های دفاع و خارجه آلمان از پیوستن این کشور به جامعه بین‌المللی برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه خبر دادند. بر اساس این گزارش، پسمانده‌های تسلیحات شیمیایی نابود شده در مجتمع دولتی در شهر مونستر سوزانده خواهد شد. سازمان ملل تایید کرده اولین محموله از تسلیحات شیمیایی سوریه از طریق بندر لازقیه توسط یک کشتی دانمارکی در اوایل هفته جاری از این کشور خارج شد. این محموله که به مقصد ایتالیا در حرکت است، پس از آن به کشتی جنگی آمریکایی انتقال داده می شود و آنگاه برای تخریب راهی آبهای بین المللی می شود. پیش از این بریتانیا هم در این مورد اعلام آمادگی کرده بود. بر اساس توافقی که سال گذشته و با میانجیگری آمریکا و روسیه به دست آمد، سوریه موافقت کرد تا تسلیحات شیمیایی خود را نابود کند. این توافق پس از حمله شیمیایی مرگبار در ماه اوت سال گذشته به حومه دمشق حاصل شد که طی آن صدها نفر جان خود را از دست دادند. واحدهای اطلاعاتی ارتش اسرائیل به طور فزاینده‌ای مهاجران فارسی زبان را با هدف جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ایران استخدام می‌کنند. خبرگزاری رویترز با استناد به یک گزارش رسمی خبر داده از هر 5 مهاجر متولد ایران که به سربازی اجباری فراخوانده می شوند، 1 سرباز فارسی زبان در سرویس اطلاعاتی اسرائیل به کار گرفته می شود. شمار زنان فارسی زبانی که جذب بخش های اطلاعاتی ارتش می شوند بیش از مردان است. از هر 3 زن متولد ایران که در بخش دفاعی اسرائیل است، 1 نفر در بخش اطلاعاتی به کار گرفته می شود. بر اساس این گزارش، سالانه بیش از 50 یهودی متولد ایران به ارتش اسرائیل می پیوندند. به گزارش خبرگزاری ها، فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا پس از 9 ماه در انظار عمومی ظاهر شد. در عکس هایی که وبسایت ها و روزنامه های چاپ کوبا منتشر کردند، فیدل کاستروی 87 ساله که آثار کهولت سن در او نمایان است، در حال تماشای آثار هنری است. فیدل کاسترو آخرین بار 9 ماه پیش در مراسم افتتاحیه یک مدرسه شرکت کرد. آقای کاسترو که نزدیک به 50 سال هدایت کوبای کمونیستی را بر عهده داشت، در سال 2008 به دلیل بیماری قدرت را به برادرش راول کاسترو واگذار کرد. بنا به گزارش‌ها، رهبر پیشین کوبا در ماه گذشته میلادی با نیکولاس مادرو رئیس جمهوری ونزوئلا دیدار کرد. دیوان عدالت اداری فرانسه با صدور حکمی از اجرای برنامه دیودونه، کمدیانی که به یهودی ستیزی متهم است، جلوگیری کرده است. این حکم در حالی صادر شد که این کمدیان جنجالی برای اجرای برنامه خود به سالن تئاتر زینت به شهر نانت رفته بود. پیشتر دادگاهی در شهر نانت اجرای دیودونه را مجاز اعلام کرده بود، ولی وزارت کشور فرانسه دقایقی پس از صدور حکم دادگاه با مراجعه به دیوان عدالت اداری توانست ممنوعیتی که توسط مقام‌های محلی شهر نانت وضع شده بود را بار دیگر به اجرا بگذارند. دیودونه تاکنون در 7 مورد به دلیل اظهارات نفرت انگیز علیه یهودیان در دادگاه محکوم شده است. وکلای وی میگویند دولت آزادی بیان این کمدین را نقض کرده است و اظهارات او خطری علیه نظم و آرامش عمومی نیست. به پس از لغو اجرایش وعده داد امروز جمعه ویدیوی جدیدی را در سایت یوتیوب منتشر کند. اما سازمان امنیت دبی از دستگیری 3 ایرانی مظنون به مشارکت در ربودن عباس یزدان پناه، بازرگان ایرانی بریتانیایی خبر داده است.
عباس یزدان پناه یزدی روز 25 ژوئن سال گذشته در دبی ناپدید شد. گفته می شود او یک روز بعد از آنکه از دفتر خود در دبی از طریق ارتباط ویدیویی به عنوان شاهد در پرونده اختلاف میان دو شرکت نفتی گواهی داد ناپدید شد. اتهام‌های مطرح شده است مبنی بر اینکه این بازرگان 45 ساله ایرانی که دارای تابعیت بریتانیا هم هست احتمالاً توسط نیروهای امنیتی ایران روبوده شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان امنیت دبی در سایت رسمی خود اعلام کرد که موفق به دستگیری 3 ایرانی متهم در روبودن عباس یزدان پناه یزدی شده است. این گزارش افزوده است که نیروهای امنیتی با شناسایی این افراد آنها را زیر نظر قرار داده و همزمان تحقیقات خود را آغاز کرد تا بتواند از روش روبودن عباس یزدان پناه یزدی آگاه شود. سازمان امنیت دبی افزوده است اسناد و نشانه‌های فنی و علمی ارتباط 3 ایرانی دستگیر شده را به عملیات آدمربایی به اثبات می‌رساند و تحقیق از متهمان که در اختیار دادستانی قرار گرفته همچنان ادامه دارد. پلیس دبی همچنین گفته است که بخشی از وسایل شخصی عباس یزدان پناه در منزل اجاره‌ای یکی از متهمان یافت شده است. بریتانیا هم پیشتر تحقیقات خود در مورد ناپدید شدن عباس یزدان پناه را آغاز کرده بود. 10 روز پس از انتشار خبر ناپدید شدن عباس یزدان پناه، خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در دولت بریتانیا گزارش داد که لندن احتمال دست داشتن عوامل ایران را در این ماجرا جدی می گیرد. 3 مرداد ماه آتنا یزدی همسر آقای یزدان پناه به وبسایت وی نیز در دبی گفت که نگران است که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایرانی همسرش را ربوده باشند. در همین زمینه عباس عراقچی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران 13 مرداد ماه گفت که ایران با بیان اینکه تهران در حال بررسی موضوع ناپدید شدن عباس یزدان پناه است تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران هر نوع اقدام غیرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دبی و سایر کشورها را تکذیب می‌کند. عباس یزدان پناه شهروندی با تابعیت بریتانیایی و ایرانی است که نامش در 2 پرونده قرارداد نفتی استات اویل و قرارداد گازی کرسنت مطرح شد. در پرونده نخست به قراردادی باز می‌گردد که میان شرکت استات اویل و وزارت نفت ایران منعقد شده بود. آمریکا 10 سال پیش پرونده‌ای را گشود که بر اساس آن احتمال پرداخت رشوه از سوی شرکت استات اویل به یک شرکت ایرانی مطرح شده تا با استفاده از نفوذ این شرکت وزارت نفت ایران قراردادهایی را با این شرکت منعقد کند. در این پرونده اتهام‌های به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام زده شده است که گفته می‌شود شریک قدیمی عباس یزدان پناه است. نام شرکت ایرانی که در این جریان به گرفتن رشوه متهم شده بود شرکت هورتون بود که عباس یزدان پناه مدیر عامل آن بود. آن زمان مجلس ایران نیز طرحی برای تحقیق و تفحص در این زمینه تصویب کرد. اما پرونده دوم قرارداد گازی است که میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران در سال 1381 در زمان وزارت نفتی بیژن زنگنه در دولت محمد خاتمی منعقد شد. این قرارداد چند سال بعد در دولت محمود احمدی نژاد با استدلال به صرف نبودن و توصیف آن به خیانت لغو شد. در جریان جلسات رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت در بررسی اعتماد زنگنه مطرح شد و برخی نمایندگان آن را خیانتی نظیر ترکمنچای توصیف کردند. جمهوری اسلامی ایران قبلا درباره موضوع ناپدید شدن عباس یزدان پناه هر گونه انتساب مفقودی یا قتل وی به این کشور را رد کرده بود. ایران گفته بود نامبرده شاهد مهمی برای روشن شدن پرونده گازی کرسنت به شمار می رفت و حضور وی می تواند در این پرونده به نفع ایران تمام شود. قرارداد گازی کرسنت در سال 1380 و در زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت سید محمد خاتمی بود میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید. اما 3 سال بعد در دولت محمود احمدی نژاد توسط محمد رضا رحیمی در یک کنفرانس خبری یکی از بزرگترین مصادیق فساد اقتصادی به دلیل پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد خوانده شد. قرارداد فروش گاز ایران به شرکت کرسنت امارات یکی از جنجالی ترین قراردادهاست که موافقان و مخالفانی دارد. با
با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم که ما رو همراهی کردید. از طرف خودم و تحریریه خبر شب و روز خوبی رو برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.